चाहत तू मेरी पहली, पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा, तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह, मेरे खुदा। ببین نسیم، من واقعا برات متاسفم. خیلی راحت زمان به هم ثابت کرد که تو چقدر عوضی هستی. خدا چقدر بهت فرصت داد که اصلاح بشی، اما تو هیچ وقت انگار نمیخوای این کینه رو از دلت بیرون کنی. میخوای تنهایی با این غرور چطور زندگی کنی و دووم بیاری؟ نسیم، تو چرا نمیفهمی این رفتارت داره همه رو از خودت دور میکنه و کاملا دیگه تنها میمونی؟ من از این زندگی که دارم خیلی هم راضیم. شما برید با عزیزای خودتون خوشحال باشین، با اونا زندگی کنین تا مهر و محبت افراد این خونه نصیبتون بشه. من با دخترم زندگی میکنم، اون مواظب منه. بس همه این خورده فرمایشا داره از سمت فریحه میاد و گفته همه چیو ول کنی یا بیای پیش من. پس کجا برم؟ برفم گوش بده، تو نیازی نداری جایی بری، تو خونه خودتو داری، شوهر داری، همینجا بمون. تو نمیتونی به اشتباهاتت اعتراف کنی و از خدا طلب استغفار و بخشش کنی. اشتباه منو پیش همه جار زدین و منو خجالت زده و شرمنده کردین. حالا از چه خونه و از چه شوهری دارین حرف میزنین؟ خونه ای که من توش زندگی میکنم شده حق زن داداش و برادرزادتون، و این حقو شما به من دادین، تویی که شوهرمی. من که فکر میکنم برای یکی دیگه نقش بازی میکنی. کافیه نسیم، کافیه. من همه گه اشتباهاتتو بخشیدم و ازشون گذشت کردم، اما تو عوض شدی و افکارت انقدر پلید شده که حتی تصورشم نمی کردم. اینو بدون که من اگه با زینب حتی رابطه قوم و خیشیم نداشتم، خدا خودش میدونه من همیشه اونو مثل خواهرم دونستم و دوستش داشتم. پس با همون خواهر محترمتون اینجا زندگی کنید. بس چنی تو تصمیم گرفتی از من جدا زندگی کنی، درسته؟ آره. الان تاکسی میاد دنبالم. من میرم با فریحه زندگی کنم. دیشب برام بلیط هواپیما گرفته بود. و در ضمن از امروز به بعد نه شما دنبال من میاین و نه من دیگه اینجا برمیگردم آقا سعید. زن داداش، شما کجا دارین میرین؟ دارم این خونه رو ترک میکنم. تو و دختر جای منه تو این خونه گرفتین و منم به همین خاطر دارم میرم. زن داداش شما چی دارین میگین؟ این خونه خودته، برعکس من با دخترم ویدا از این خونه میرم. خونه من؟ اینجا خونه ارثیه شما هاست، با آرامش اینجا زندگی کنین. زن داداش، چهار دیواری شاید میراث بمونه، ولی خونه با محبت ساخته میشه. من عادت دارم تو خونه زندگی کنم، نه تو چهار دیواری. برای همین من با ویدا از اینجا میرم. محض رضای خدا زن داداش، خواهش میکنم این حرف رو جلوی من نزنید. گوش من از این حرفا پره، پس لطفاً بیشتر از این نقش بازی نکنید. همین که من از اینجا برم، شما دوباره میان و اینجا رو تصاحب میکنید. نسیم دیگه هیچ وقت اینجا بر نمیگرده. من خودم تصمیم گرفتم ازش جدا بشم. زن داداش داره کاملا درست میگه. زندگی کردن توی مکان خالی اصلا کار راحتی نیست. نسیم، من خودم تنهایی اینجا رو از بین میبرم و نابودش میکنم. زنمو، اگه شما به خاطر ما میرین، پس لطفا این کارو نکنی. عمو جون به شما نیاز داره، این خونه هم به شما نیاز داره. آدمای دروغگو،
زنده داشت. دخترم، بعضی آدم ها هیچ وقت عوض نمیشن. حتی اگر اون کاملا سوخته بشه و از بین بره، باز هم حسادت تو وجودش باقی میمونه و هیچ وقت از بین نمیره. حالا بیا بریم، میبرمت خونه. بریم. سمر، تو به من گفته بودی هیچ مشکلی برای ویزام پیش نمیاد. همین که اونجا بری ویزامو میفرستی. اما حالا چند ماه از اون قضیه گذشته و هیچ خبری از ویزا نشد. آیزا، باور کن من خودمم نگرانم، ولی چی کار کنم؟ پروسه ای کارای اینا اینطوریه. تا وقتی اینا تحقیقاتشون رو نکنن و همه چی رو چک نکنن که ویزا نمیدن. یعنی هنوز برای ویزا مشکل وجود داره؟ چقدر دیگه باید صبر کنم؟ چی کار کنم؟ انتظار انگار تو تقدیر من و تو نوشته شده. من بیشتر از تو ناراحتم آیزا. تو نمیدونی حتی یه ثانیه دور بودن از تو چقدر برام سخته. دروغ میگی، کاملا دروغ میگی. ببین، اگه تو واقعا منو دوست داشتی، فقط تلاش نمیکردی، بلکه انجامش میدادی و نشون میدادی. باور کن من نهایت تلاشمو کردم. اما چی؟ حرف بزن. اما تو سری باید چمدون ببندی. چی؟ من چی میگی سمر؟ من نمیفهمم چی میگی. یعنی الان ویزا دستم عزیزم، بلیتم برات گرفتم. چی؟ ویزام اومده؟ آخه کی ویزام اومد سمر؟ یعنی اینکه کی بلیت گرفتی؟ کی را بیافتم؟ دو روز دیگه دقیقا همین ساعت تو پیش منی. چی؟ دیدن هر کسی میری و هر کاری که انجام میدی، فقط زودتر آماده شو، چون این جداییمون عزیزم خیلی زود باید تموم بشه. مامان، من فقط به خاطر بچه‌ام ازت طلاق نگرفتم، تو رو اصلا نبخشیدم. نمیتونستم دل دوتا مادر رو بشکنم، نه مادر خودم و نه مادر تو. به خاطر همین دوباره برگشتم. یعنی تو با خوشحالی، نه بلکه به خاطر مصلحت بقیه این کار انجام دادی؟ خیلی خوش خیال بودم. وقتی پیوند دو نفر از همون اول با بی‌اعتمادی باشه، اونجا خوش خیالی اصلا جایی نداره. یعنی تو نمیدونی بی‌اعتمادی ترفند شیطانه؟ چون میخواد بین عشق فاصله بندازه. دروغ چی؟ فریب؟ اونا چی؟ کار درستیه؟ بی احساسی چی؟ خودخواهی؟ اینا همش چیه؟ تو معنی اینا رو میدونی؟ ویدا، من میخوام سوء تفاهم از بین بره. من فقط یه مسئله ساده ازت پنهون کرده بودم، واقعا به صلاح خودت. کدوم سوء تفاهم؟ به فریب و دروغ هیچ وقت نگو سوء تفاهم. تو یعنی فکر میکنی عشق من نسبت به تو دروغه؟ خدا میدونه که من خدا رو این وسط نیار. خدا همه چی رو میدونه. تو چی میخوای؟ بگو، چه تنبیهی برام در نظر گرفتی؟ یعنی میخوای توی یه خونه با هم دیگه مثل غریبه ها زندگی کنیم؟ نه، من حتی با تو برای چند ثانیم نمیتونم توی اتاق بمونم، چه برسه به اینکه زندگی کنم. پس چی؟ همه چی معلومه، باید از اینجا بری. کجا؟ از این اتاق، از این خونه، از زندگی من. میخوای از زندگیت برم؟ ولی کجا؟ هر جایی، فقط از من دور شو و منو تنها بذار. به به، چه انگشتر قشنگی. سلیقه کیه؟ مال خودته؟ سلیقه داداشه، اون گفت من خودم انتخاب میکنم. ببینم، اسکندرم با اتون اومده بود؟ آره مامان. که اینطور، خدا رو شکر که همه چی داره خوب پیش میره. اینم بگم که بابات با بابای میلا حرف زده، اونام اعلام رضایت کردن. این که خیلی خوبه، پس باید همین فردا نامزدشون کنیم. هوای خدا، آیزا تو با این طرز فکرت منو میترسونی. به نظرم باید از اینجا برم، وگرنه تو چند روز دیگه منو سر سفره عقد میشونی. عقد؟ ماما
بانک خیلی پیشنهاد خوبی داد. عزیزم تو خیلی هچلی داری. داداش داداش گوش بده. ای بابا یادم رفت به زنداد و شهناز و زینب خبر بدم. عیاز خیلی تاکید کرده بود که بدون حضور آبجی زینب حق نداریم برنامه برگزار کنیم. فردا حتما باشون تماس میگیرم. خدای من اینو ببین خیلی نازه. چقدر ناز و کوچولو. مامانه این لباسو ببین چقدر نازه. وای خدای من خیلی لباس خوشگلیه. تو هم همش لباس دخترونه آوردی، چرا پسرونه نگرفتی؟ مامان جان من برادر زاده دختر میخوام. خب من خیلی دوست دارم بچه ویدا دختر باشه. آره درست میگی عزیزم، دخترها همشون رحمت خداوندن. من اگر اینطور نباشین من کلی لباس پسرونه با خودم آوردم براش. ممنونم زنده داشت. این لباسو ببینین چقدر خوشگله. عزیزم نفیسه زنگ میزنه. الو سلام علیکم. خوش خبری زنده داشت، زود حاضر شین، قرار شب اسکندر رو نامزد کنیم. ماشالله ماشالله نفیسه جان، خیلی خیلی بهت تبریک میگم. ولی چطوری اینقدر یهویی اونم برای اسکندر؟ خیر باشه. آیزا فردا میره، برای همین میخواد دو نامزدی داداشش سنگ تموم بذاره. آره کاملا حق داره، باید همین باشه. زنداد و شهناز آبجو زینب نزدیکتونه؟ آره آره همینجا کنارمه، گوشی رو میدم بهش. نفیسه باهاتون کار داره، قراره همین امشب اسکندر رو نامزد کنن، زنگ زده که هممون رو دعوت کنه. الو سلام علیکم زنداداش. علیکم سلام. خیلی خیلی مبارک باشه، انشالله که ما هم حتما میاییم. آره آره منتظر همتون هستم، زودتر کارتون انجام. آره حتما میاییم، سلامت باشین، به خوشی باشین، هممون دعوتیم. خب فکراتو کردی؟ در چه مورد؟ من ازت یه خواهشی کرده بودم. خواهش کرده بودی؟ یا برای من حکم صادر کردی؟ هر جور خودت فکر میکنی. فکرامو کردم، من میخوام برم آمریکا، همونجا زندگی میکنم. اما قبل از رفتنم من میتونم صورت بچه‌مو ببینم یا نمیتونم؟ قول بده که بعد از به دنیا اومدنش از اینجا میری. باشه قول میدم. من امروز برای کار درخواستم و فرستادم، تا اون موقع یه کار خوب پیدا میکنم و همونجا مستقل میشم. منم برات دعا میکنم. گوشید فراموش کردی برش داری؟ भी कभी एक नहीं होते हैं।
حکمو صادر کرد. تو هم قبولش کردی؟ آره، پس چی کار میکردم؟ دانیال، اون عشق پرشورت کجا رفته؟ و پافشاری که داشتی، تو همون آدمی؟ که همون موقع به خاطر ویدو از آمریکا رفتنت صرف نظر کردی؟ و حتی به خاطرش با خاله بحثت شد، کلی اصرار داشتی که ازدواج کنی؟ آره من همونم. پس چی شد؟ آخه چرا داری ازش جدا میشی؟ چون برام حکم صادر کرده و ازم خواهش کرد. چطور میتونم قبول نکنم؟ چرا راضیش نمی کنی؟ تو عاشق اونی و تو این عشق حق داری، و برای حقت اگه لازم باشه باید از زور استفاده کنی. نه داداش، من اونو میشناسم، اون خیلی درونگرا و بی‌پناهه. اگه من میخوام به خاطر عشقی که دارم بهش زور بگم، مطمئنم اون داغون میشه. این یعنی تو شکست رو قبول کردی؟ تصمیم گرفتی ازش دور بشی؟ فقط دور میشم، جدا که نمیشم. دانیال، این چه مزخرفیه داری میگی؟ بین دوری و جدایی فرقی وجود داره؟ بین دوتا آدم وقتی فاصله است میگن دوری، اما اگه اون دو نفر رابطه‌شون رو برای همیشه قطع کنن بهش میگن جدایی. من ازش میتونم دور بمونم، ولی نمیتونم ازش جدا بشم. برای همین من این تنبیه رو قبول کردم. این رافعه ماشاءالله واقعا دستپختش خوب شده. اگه شما دوست دارین بهش بگم فردا براتون برای نهار عدس پلو بپزه. ویدو دخترم چی شده؟ حالت خوبه مادر؟ راستش خاله یه خورده ناخوش احوالم. باز به من گفتی خاله؟ ویدو دخترم خیلی بده، مادر جون بکن. معذرت میخوام مادر جون. این جوونه را همش باید بهشون یادآوری کنی. آروم آروم عادت میکنه زنده داشت. آره خواهر، کاملا جوونه دیگه. سلام علیکم. و علیک سلام. داشتی نیبت منو میکردی؟ حرف خاصی نمیزدین، بشین پسرم. پسرم واقعا دیگه لازم نیست تا دیر وقت بیمارستان بمونی. تو نمیدونی که این روزا ویدا چقدر به توجهت نیاز داره؟ مامان باور کن، من میخوام به عروست بیشتر توجه کنم، ولی ناز خانم تمامی نداره. من یه خورده ناخوش احوالم، میرم استراحت کنم. حتما دخترم، برو عزیزم استراحت کن. ببین پسرم، تو باید ببریش بیرون تا قدم بزنه. تو خودت دکتری و بهتر از من میدونی که این روزا باید بیشتر پیاده روی کنه، میفهمی؟ حتی میگم که اینو یه جای تفریحاتی ببر، وقتی هوای تازه بهش بخوره حالش یه خورده بهتر میشه. چشم مامان، میبرمش. شماها به ادامه حرفاتون برسین، من بعدم میام. باشه عزیزم. راستی من برم به ویدا بگم برای سفرش با خودش حتما شال و لباس گرم ببره، شب و هوا یکم سرد میشه. آره درست میگی زینب جان. خواهر حتی یکم هم با ویدا حرف بزن، اون باید به شوهرش نزدیک باشه و حرف بزنه. اون این روزا روحیه حساس و لطیفی داره، اگه بیشتر کنار هم باشن برای روحیش خوبه. چشم، من باهاش حرف میزنم. ممنونم، من برمیگردم. مگه ما قبلا با هم صحبت نکردیم؟ پس چرا هر مرتبه برای نزدیک شدن به من بهانه میاری؟ ویدا من شوهرتم، دشمنت چه نیستم. ما پیوند نه بلکه قرارداد داریم. این قراردادو به خاطر مادرمون و بچه‌مون مجبوریم نگه داریم. هر کاری که تو گفتی من انجام دادم. تو این چند ماه تا حالا از کدوم حرفت سرپیچی کردم ها؟ اما تو هنوزم اینجایی،
توی اتاقم و همش دور و برمی. تو نمیدونی من چطوری دارم تحملت میکنم. همه چی برای رفتن من مهیا شده، فقط چند روز دیگه مونده. همین وقتی بچه به دنیا بیاد من دیگه میرم. ویدا، من فکرشم نمی کردم که تو اینقدر سنگدل و بی احساس شده باشی. چرا مامان؟ مگه چی کار کردم؟ لازم نیست دیگه نقش بازی کنی. من همه چی رو فهمیدم، که تو چقدر شوهرتو اذیت می کنی و اونو از زندگی کردن داری ناامید می کنی. مامان من ازش طلاق نگرفتم، این کافی نیست؟ ویدا، بار آخرت باشه، دیگه نمی خوام این کلمه رو به زبونت بیاری. خجالت بکش. ببینم از کی تا حالا اینقدر تو زندگیت وقیح و نترس شدی. اینا بدون، نه بابات اینجوری بود و نه من اینطوریم. چیه؟ بهم بگو من تو تربیتم و محبتم چی کم گذاشتم؟ یعنی من این چیزها رو بهت یاد داده بودم؟ که تو با مردم بد رفتاری کنی و انتقام بگیری؟ من انتقام گرفتن رو بهت یاد دادم؟ مامان من نمیتونم مرگ سائم رو فراموش کنم. تو نمیتونی اونو فراموش کنی؟ به هم بگو چطور نمیتونی کسی که از این دنیا رفته رو فراموش کنی؟ دخترم اینو بفهم که خداوند از قبل زمان مرگش رو تعیین کرده بود. به خاطر عشقی که قبلا به اون داشتی داری شوهرتو اذیت میکنی. دخترم تو داری، تو داری مسیر اشتباه میری. داری چی کار میکنی؟ به خدا میخوای چی جواب بدی؟ مامان من خیلی با خودم خیلی فکر کردم. دستمو ول کن، با این کارا ثابت کردی چه آدمی هستی. میگی من چی کار کنم؟ مامان قلبم سمت اون نمیره. باشه باشه، پس اگه نمیخوای باش زندگی کنی اونو رهاش کن. فردا با هم از خونه میریم. ولی به من بگو تقصیر اون مادر بدبختش چیه که تو داری پسرش رو ازش جدا میکنی؟ به هم بگو تقصیرش چیه؟ تو بچه که خودتو میخوای و تصمیم گرفتی بدون محبت پدر بزرگ کنی. اما به هم بگو تقصیر اون مادر چیه؟ چطور میتونی در حق اون مادر این رفتار رو داشته باشی؟ ببین حرفامو با دقت گوش بده دخترم. من و بابات تو رو با مهر و محبت و کلی سختی بزرگ کردم. هیچ وقت نذاشتیم تو این مدت چیزی کم داشته باشی دخترم. بابات خیلی وقت نیست که از پیشمون رفته، اما تو این مدت کم درد یتیمی نکشیدی دخترم. تو میدونی یتیم چقدر درد داره، نه؟ جواب منو بده، بگو ببینم میدونی یتیم بودن چیه؟ آره میدونم مامان. بابا یه لحظه هم منو فراموش نکرده بود. اما تو فراموش کردی که اگه یه بچه رو از مهر پدرش محروم کنی وقتی بزرگ بشه ازت حساب پس میگیره. خیلی بد حساب میگیره، خیلی بد دخترم. مامان لطفا اینجوری نگین. دخترم محض رضای خدا، چرا به خدا قسمت میدم به خوبی اگه دانیال فکر کن عزیزم. ببین عشق اون برای تو یه نعمت مادر، این نعمت از خودت هیچ وقت دور نکن. وگرنه یادت باشه اگه یه بار ازت دور بشه همه عمرت باید گریه کنی مادر و پشیمون میشی که این تصمیم احمقانه رو گرفتی. چرا باید براش گریه کنم؟ برای اینکه
تو اونو واقعا دوست داری، خیلی هم دوستش داری. دخترم چشمت، حتی قلبت داره اینا به هم نشون میده. ببین دخترم، شما دوتا دو جسم در یک روحی. این عشقو از دست نده. خوب در موردش فکر کن، در موردش فکر کن، وگرنه پشیمون میشی دخترم. خوب فکراتو بکن. واسه اینکه منو به عنوان شوهرت قبول کنی، بهت هر چقدر زمان بخوای میدم. اصلا نگرانش نباش. ولی لطفا تا اون موقع منو دوست خودت بدون. وقتی تو به عشق یکی نماز میخونی یا گریه میکنی، پس منم میتونم همین کار رو انجام بدم. تو چشمم نگاه، همون قدی که سائم تو رو دوست داشت، عشقی بیشتر از اون تو چشمی من نسبت به خودت نمیبینی؟ بیا امروز امتحانش کنیم، بیا ببینیم سرنوشت برای ما چی میخواد. کجا بودی؟ هرچی زنگ زدم جواب ندادی. کجا بودی ها؟ خب چی؟ میدونی که اگه نمی اومدی چی میشد؟ چی میشد؟ من میمردم. این چه حرفیه میزنی؟ چند ماه بعد، دانیال، این کارت اصلا درست نیست. تو بدون گفتن به من هر کاری دلت بخواد انجام میدی. پسرم، دخترت فقط یه ماه به دنیا اومده، حالا تو داری میری آمریکا؟ من برای دخترم دارم میرم، میخوام آینده خوبی داشته باشه. یه پیشنهاد کاری داشتم، نتونستم ردش کنم. داداش، یعنی اینجا از کارتون راضی نیستین که برای چند دلار بیشتر میخواین برین خارج؟ ببین پسرم، اصلا لازم نیست به خاطر یه پیشنهاد با فشار از سمت کسی بخوای بری. اینجا بیشتر بهت نیازه، همه ما بهت نیاز داریم پسرم. بقیهش دیگه صلاح خودته. باشه دانیال، اگه واقعا تصمیم داری که بری، بس برو. شهناز، صبر کن. داداش لطفا نرو، همه ما بهت نیاز داریم داداش. من پیشنهادشون رو قبول کردم. داداش چه فرقی میکنه؟ شما قبلا هم پیشنهاد رو رد کردین و عشق یه نفر نذاشت از اینجا بری، پس حالا چرا میخواین بری؟ ببین، این بار این رفتنم به صلاح عشقم هست. باشه عزیزم،
اگه شما دوتا راضی هستین من دیگه کاری نمیتونم بکنم. خیلی مراقب دخترم باش. تو هم خیلی مراقب مامانت باش. باشه، جز تو کسی رو نداره. دانیال، من مراقب دخترم هستم. ولی خب خیلی کوچیکه. اگه تو بخوای بری کی مراقب من باشه؟ من فقط ذات ہوں، ہر زمانہ ہے تو، ابتدا بھی میری، انتہا بھی ہے تو، میری امید کا ہر سہارا ہے تو، میرے غم کے بھنور کا کنارا ہے تو، تیری ہنسی تیری خوشی میرے لیے جنت یہی، आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा, तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह।